سلام، به برنامه هفتم دریچه خوش آمدید. در این برنامه شما را با آقای نیل چودری آشنا خواهیم کرد. آقای چودری به دنبال کشف هویت خانه پدری خودش به کشور هندوستان سفر میکنه. ایشون که مقیم امریکا و استادیار دانشگاه هست، در هندوستان عکس‌های زیادی رو میگیره، اما به این نتیجه میرسه که تک عکس‌ها هیچ تصور درستی از اون جامعه به ایشون نمیده. پس رو میاره به کلاژ کردن عکس‌ها و با فتوشاپ لایه‌های مختلفی رو روی عکس‌هاش اضافه میکنه. I started doing those kind of out of frustration almost. من این کارها را زمانی انجام دادم که یک دوره فرسایشی را پشت سر گذرانده بودم. برای اولین بار به هند رفتم تا درباره پدرم بیشتر بفهمم که در آن کشور بزرگ شده بود. تا آن زمان در آسیا نبودم و تصوری از آن چیزی که پیرامون من خواهد بود نداشتم. How it would be kind of physically in that kind of environment. So you know, the photography started as just a way of kind of understanding that world. عکاسی من زمانی آغاز شد که تلاش کردم ماجرا را بیشتر درک کنم. برای من خیلی فرسایشی بود به خاطر اینکه اتفاقات زیادی را نمیتوانستم درک کنم و در نهایت تلاش کردم فتوشاپ کنم و فکر کردم نیاز دارم لایه‌های زیادی را روی هم بگذارم تا بیشتر برام قابل درک باشه. این در واقع یک جور پاسخ به عدم درک من از محیط با یک عکس. So I just started working that way in Photoshop. It's sort of a response to not feeling like I could understand everything through a single image. You know, my father emigrated from India in the 50s. پدر من در دهه 50 از هند مهاجرت کرده و بزرگ شده کلکته بود. البته یک اسم هندی هم دارم. من در آمریکا بزرگ شدم. به نظر هندی ها برایشان جالب بود تا تفسیر من را بدانند. اینکه من در آنجا چه دیدم و چطور روایت کردم آنچه را دیدم. من هیچ ادعایی نکردم که یک هندی هستم چون نیستم. من بیشتر یک خارجی هستم. Make some kind of claim of being of India because I'm not. I'm very much a foreigner in that country. But I also kind of feel like a foreigner in the United States. همچنین من احساس میکنم در آمریکا هم یک خارجی هستم. پدر و مادر من هر دو مهاجرند. مادرم اهل انگلیس است. برای من خیلی این رابطه با هند پیچیده است به خاطر اینکه من برایم جالب است پاسخی از هندی ها برای این کارهایم دریافت میکنم و چیزی که دریافت کردم مثبت بوده است. دستکاری در عکس و کلاژ با هم چه تفاوتی دارند؟ Within my own work, I kind of have two separate purposes. You know, the collage work is an interpretation. کاری که من انجام می‌دهم، هر دو نوع عکاسی دلیل خاصی دارند. کارهای کلاژ من تفسیر آن چیزهایی است که اتفاق می‌افتند و در واقع احساس من را از موقعیت موجود در عکس بیان می‌کند. من این عکس‌ها را به عنوان عکس‌های تاریخی یا کار روزنامه‌نگاری عرضه نمی‌کنم. این واضح است که این عکس‌ها ساختگی‌اند. همچنین من احترام بسیار بالایی به عکاسی مستند و لحظه قطعی قائلم. همچنین به عکاسی در خیابان که لازم است شما در عکس دستکاری انجام ندهید تا بیننده بتواند لحظه واقعی و تاریخی را از آن عکس دریافت کرده و به آن اعتماد کند. من عکاسی مستند هم انجام می دهم و این دو شکل کار را که انجام می دهم از هم مجزا نگه می دارم. کاملا روشن است که کلاژ های من از روی عکس های مستندم به وجود می آیند، اما دقیقا همان عکس های مستند نیستند. That street photography, but it's not really the same thing. در اینجا در گورستان ملی آرلینگتون حدود 400 هزار نفر از اعضای ارتش امریکا که در جریان جنگ‌های مختلف جونشون را از دست دادن دفن شدند. اما کشته شدن انسان‌ها در جریان جنگ‌های مختلف تنها بخشی از آثار سوء جنگ میتونه باشه. بخش دیگر اون افراد بازمانده از جنگ ها هست که رنج های بسیاری رو متحمل میشن. خانم ماری ساراس عکاس لس آنجلسی در سه دهه گذشته به دنبال ثبت رنج های این افراد بوده. ماری ساراس که خانواده خود را در هولوکاست از دست داده بود، تصمیم گرفت داستان نجات یافتگان آن را ثبت کند. او با حمایت مرکز سایمن ویزنتال از افرادی که بازمانده هولوکاست بودند، عکس هایی گرفت که اکنون در موزه مدارا یا تولرانس در لس آنجلس به نمایش درآمده است. به عنوان یک عکاس خبری، این عکس‌ها بودند که او را به مناطق جنگی کشاندند. به طور مثال عکسی که در سال 1998 از زنان و کودکان آواره افغان در پاکستان گرفته،
یکی از عکس‌هایی بود که توسط دوستش به او پیشنهاد شد در این نمایشگاه باشد. میدونین داستانی که کسی به اون اهمیت نمیداد، این پایان 10 سال جنگ بین شوروی سابق و افغانستان بود که صدها هزار آواره افغان که بیوه جنگ شده بودند. کسی اهمیت نمیداد، اما من برای اون خیلی ارزش قائل بودم. سفر ماریسا روس از کمپ آوارگان کوزوو در آلبانی آغاز شد و تا ژاپن که از بازماندگان حمله اتمی هیروشیما عکاسی کرد ادامه یافت. در ایرلند شمالی و از بانویی که قبلاً بومنداز بود و اکنون فعال صلح شده عکاسی کرد. این زن که شوهرش را در خشونت‌های قومی از دست داده، به ماریسا توصیه کرد کارش را ادامه دهد. اون گفت بهتر زنان و کودکان رو در همه جا دنبال کنی. من از سوژه هام خیلی چیزا آموختم. او کاملا درست میگفت. در واقع فکر میکنم یکی از بنیادی ترین حقوق زندگی کردنه که خونه و قلب و ایمن و کودکان رو سالم نگه داشته و خانواده ها رو حفظ میکنه. از بالکان تا پاکستان و جنوب شرقی آسیا، ماریسا روس قهرمانان جنگ را نشان می‌دهد. از جمله قربانیان و نجات یافتگان جنایات خمرهای سرخ در کامبوج و کودکان ویتنامی که بعد از تولد از مشکلات ناشی از جنگ رنج می‌برند. خانم روس همچنین مادران آمریکایی را به تصویر می‌کشد که پسران خود را در جنگ عراق از دست دادند. او می‌گوید شخصیت بازماندگان او را کاملاً شگفت‌زده کرده است. روح انسانی یک پدیده فوق‌العاده است و خیلی زیباست و در مقابل رنج و عذاب و تخریب قرار داره که جان انسان‌ها رو می‌گیره. نور بیکران عنوان کارهای اخیر خانم روس است که او را به سفری دیگر به دور دنیا برده است. این بار او یک فرهنگ در حال نابودی را ثبت می‌کند. آن هم در قالب کتابی از عکس‌های تبت که مذهب تبتیان و هنرشان را نشان می‌دهد. نمایشگاه زنان و جنگ با نمایش عکسی از اورا دور سوربلون فرانسه پایان می‌پذیرد. زنی که در جریان قتل عام توسط نیروهای آلمانی در جنگ جهانی دوم بستگان خود را از دست داده است. عکس‌های این نمایشگاه در ماه خرداد در ایالت ویسکانسن نیز به معرض نمایش در خواهند آمد. مایک اوسالیوان، VOA نیوز، لس آنجلس. آژانس عکس گتی ایمیجز در گزارشی مجموعه ای از عکس های مجید سعیدی را با نام زندگی در جنگ منتشر کرده است. در مقدمه این گزارش مجید سعیدی میگوید اگرچه من تمام زندگی حرفه‌ای خودم را از یک منطقه جنگی به منطقه دیگر در سفر بودم، برای این پروژه تمرکز من روی زنان و مردان افغان بوده است که زندگی آنها توسط جنگ به نابودی کشیده شده است. این مجموعه توسط آقای سعیدی در مدت 10 سال عکاسی شده و در کل 213 عکس را شامل می شود. و در ایران سید عباس میرهاشمی، رئیس انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، معتقد است اوضاع عکس ها و نگاتیو های برجامانده از انقلاب و جنگ ایران و عراق هر روز وخیم تر می شود. آقای میرهاشمی در مصاحبه با خبرگزاری مهر می گوید امروز با آثاری مواجهیم که از یک سو گویاست و راوی مقطعی از تاریخ کشورمان است و از سوی دیگر نیاز به نگهداری، ثبت و ضبط و ماندگاری دارد، ولی دچار فرسایش تدریجی شده است و روز به روز اوضاع آنها وخیم تر می شود. مجموعه زیر نگاهی است به زندگی مجازی روزانه ام در دنیای مجازی، دنیایی که تنها با نوشته و تصاویر در آن مجال صحبت کردن پیدا کردم. تنها دنیایی که داشتم و حاضر بود تا مرا بشنود، اما من در صدد بودم تا بدون غر زدن، بدون دشنام و بدور از نگاه پرسشگر دیگران سخن بگویم. گاه عکس‌هایم را دستکاری کردم تا خودم را از دید دوستان مجازیم پنهان کنم. گاه شادیم را فریاد بزنم و گاه از خودم شکایت کنم. گویا تنها کسی که توانایی مقابله با آن را داشتم تنها خود شیوا بود. حمید حامد حق دوست 8 ساله این عکس را از خودش در قهوه‌خانه‌ای در تبریز عکاسی کرده است. با این آدرس‌ها از فیسبوک و اینستاگرام دریچه می توانید با ما در ارتباط باشید.